به به عشقای عزیز من، خیلی خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو جدید. حاجی امروز همونطور که میبینین اومدیم داخل اکانت اصلیمون و قراره که یکی از خفن ترین و باحال ترین ترکیبای بچه تا 14 که از اسپری که تا به حالش استفاده نکردیم بهتون معرفی کنم. اسپری که دارم در موردش صحبت میکنم اسپری بچه اوورگروث اسپل هستش که به مدت 24 ثانیه بچه کلا همه چی رو یه جورایی، ببین اونجوری که من فهمیدم بخوام ساده براتون توضیح بدم، این اسپری جورایی ببین فریز میکنه ولی در سرویس نامرئی هم میکنه، یعنی خوبی ها بدی های خودشو داره. اما ترکیبی که من امروز یعنی بعد مدت ها دهنم سرویس شد، یعنی انقدی که من این مدت ترکیب بچه تست کردم رو همین اسپری لعنتی ها نمیرم تا حالا اونقدر چه میدونم مثال به ذهنم نمیرسه، ببخشید زایه شدم خدایی مثال به ذهنم نرسه. خلاصه منظور من میفهمید بچه‌ها ترکیبای زیادی تست کردم ولی این یکی به نظر من خیلی ریسپانس خوبی داد. همونطور که می‌بینید ما اینجا یک بربر یک آرچر مهمترین نیروهای هر ترکیبی، دو تا سوپر وال بریکر، 5 تا هیلر، یک بکا، 6 تا یتی به همراه دو تا الکترو تایتن به همراه یک آیس گولم بچه ما اینجا داریم به عنوان اسپل، یک اسپل هیل، 3 تا اسپل ریج به همراه یک فریز و یک اوورگروت اسپل. توی کاستمون هم بچه‌ها 9 تا هوک داریم ما اینجا به همراه سم و ریج. حالا به عنوان ماشین به نظر من بچه ها یا باید سیج داشته باشین یا باید این داشتمون فلیم فلینگر، به نظر من تو خیلی با هم کار خوب کار میکنم، به نظر من فلیم فلینگر بچه ها یه نمه بهتر کار میکنه از سیج، اما خب به مپی که ازش اتک میزنین هم خیلی بستگی داره که از کدومشون استفاده میکنیم. خلاصه آجی جوری که ما از این ترکیب استفاده میکنیم، بذار من قبلی کلا پلی کنم بچه ها، ببین ما باید مپ طرف رو سریع آنالیزش کنیم. خب ببینیم تاهال داشتمون کجاه و ایگل داشتمون کجاه. خب ببین ما باید یا تاهال یا ایگل رو بچه ها سعی کنیم که چی کوین واک کنیم، یعنی یک جورایی مثل هیبرید هستش، یک چیز یه قسمت مهم از یه ساختمون مهم بچه ها مپ طرف ور میداریم و هیبریدش میکنیم. ولی این کوین واک بچه ها این اسپل اورگروت اسپل هم خیلی میتونه بهمون کمک کنه که حالا بهتون نشون بدم. همطور که میبینیم بچه ها من اینجا کوین رو انداختم، هیلر رو همون موقع ننداختم که وقت این ایر دفنس دانسید بچه ها هیلرام رو تارگت نکنه. همطور که میبینیم یتی اون بغل انداختم که یه خورده بغل رو ترتمیز کنه. همزمان بچه ها فلیم فلینگر هم از این طرف انداختم که چی بیرون رو از بین ببره. اینجا بچه ها من توضیح میدم، خب اینجا حاجی من انقدر حواسم به فلیم فلینگر شد یادم رفتش که هیلرهای کوین رو بنزنم، خب خوشبختانه به خوبی پیش رفت. همونطور که این بچه ها کوین این طرف رو زد، فلیم فلینگر داره از اون بر کار میکنه و من یک مسیر دارم این وسط بچه ها درست میکنم تا کیل اسکواد نیروهای اصلیمون رو همه رو چی بفرستم داخل. کوین داره بچه با یه پکا از اون طرف از طرف چپ حرکت میکنه و بقیه نیروهای اصلیمون بچه از این طرف دیگه هرچی گیرتون اومده بچه ها میندازین. و اگه بخوام در مورد استفاده کردن از اسپل و قدرت واردن بچه ها براتون توضیح بدم، به نظر خود من وقتی نیروهاتون بچه ها پشت دیواری چیزی هستن همون موقع سعی کنین اسپل ریج استفاده کنین. قدرت واردن بچه ها وقتی استفاده کنین که چی همه نیروهاتون همزمان کنار هم هستن، به نظر من اون موقع بهترین استفاده رو میکنین و ازش میگیرین. اینجا بچه من قدرت اوورگروت اسپل همونطور که میبینین استفاده کردم برای اینکه چی تمام نیروهامون، یعنی این ساختمون رو یه جوری اینویزیبل کردم بچه‌ها که این نیروهامون چی مستقیم برن سمت تاهال و این طرف رو ادامه ندن، به خاطر اینکه این طرف خیلی مهم نیست. مهمترین بچه‌ها چیز تو این ترکیب زمینی اینه که شما تاهال و ایگل چی از بین ببرین، چون که اونا میتونن خیلی مسیرتون رو خراب کنن و این دقیقا یکی از دلایلی که من خیلی از این اسپل اوورگروت بچه اوورگروت خوشم میاد اینه که همه جورایی فریز میکنه ساختمون طرف رو و هم نامرئی میکنه و وقتی نامرئی شدن خب مطمئنا خیلی راحت تره که چی نیروهامون رو بتونیم تو مپ طرف حرکت بدیم. خلاصه بچه اینجا هم دقیقا همون قانونا همون پرینسپل ها رو بچه روی یک مپ دیگه فقط داریم انجام میدیم. من کوین واک رو همونطور که میبینین از بالا شروع کردم، یک دونه یتی انداختم تا این داشمون یتی یه خورده کمک کنه کوین رو هول بده داخل بیس. همونطور که میبینین بچه کوین داره ادامه میده، من از طرف بالا سمت راست فلیم فلینگر رو هم انداختم روی کوین بچه اینجا ریج کردم. این اتک خب اگه راست شو بخواین حاجی من رو که میشناسین دیگه بچه نرمال اتک نمیزنم. خب این اتک ساعت 3:30 شب بچه انجام شد، خب به جون عمم دارم راست میگم 3:30 شب و من اینجا اصلش خراب بود از اوورگروت اسپل جوری استفاده کنم که کوین دن سرویس خب اینجاها من دارم میخواد فریز شه تا کوین بره داخل بیس. ولی خب میگم دیگه 3 شب بود یه خورده میس کردم و انداختم روی اینا و کاملا این طرف چی نامرئی نشدن. ولی خب بازم منو که میشناسین دیگه تو ثانیه اینجا
یه پلان ریختم و بوم بچا طرفو ترکوندم دیگه، اصلا اتکر ماهریم دیگه، چیکار کنیم دست خودمون نیست. خلاصه بچا کوین ویشور برای خودش اون طرف داشت میزد ساختمون اینا رو و من اینجا فهمیدم که گن زدم، به خاطر همین سری بچا همین نیروهامو انداختم که بیشتر از این وقت دور نزنن. و برای زدن ایگل بچا وقتی میبینین اینجا خیلی مسیره صاف و ساده شیک و مجلسیه، میتونید سریع از یه آرسی چیزی بچه استفاده کنین اگه دفاعی چیز دیگه دارین. و اینجا بچه دقیقا گفتن قدرت واردن رو وقتی استفاده کنین که همه نیروهاتون کنار هم هستن، اسپل ریج رو هم همینطور. اینجا من اسپل ریج و هیلم بچه اکتیف خیلی نگه میداشتم، آرسی رو بچه از اون بالا انداختم، همونطور که میبینین همه نیروها خوشبختانه رفتن طرف ایگل و از بین بردن. آرسی از این بالا سمت راست داره حرکت میکنه، کوین رفت و ترتیب سینگ اینفرنو طرف رو داره میده. از اون طرف دیگه هم بچه ها همه نیروها همون دارن هجومی حرکت میکنن. و یکی از دلایلی که میگم من از این ترکیب خیلی خیلی خوشم میاد اینه که میدونی هجومی نیستش، اگه مسیر رو درست بندازی بعد اسپرا خوب استفاده کنی، به نظر من بچه این ترکیب یکی از خفن، یعنی یکی ورژن خیلی خفن و آپدیت شده پکا اسمش. اگه راست شو بخوان من خیلی بچه یاد پکا اسمش میندازه و ترکیب فوق العاده فان، فوق العاده خفن. میگم یه خورده شماها هم همتون رو به چالش میکشونه، به نظر من همتون باید از این ترکیب استفاده کنین و وقتی خودتون شروع کنین به اتک زدن با این ترکیب میفهمین که منظورم از اون میدونین یه جورایی یه احساس آرام. یعنی ببین ترکیبش وقتی میگم هجومی نیست، اینجوری هم نیستش که مثل لاوالو نیم ساعت طول بکشه اتک دستون رو شروع کنین، یعنی یه جورایی با پیس بچه با سرعت نرمال خودش جلو میره و بسه طرف رو میترکونه. خلاصه بچه یه بیس دیگه میخواستم بهتون نشون بدم که چجوری مثلا به این بیس های بچه مربعی مستطیلی حالا هر کوفتی هستش اتک بزنین. دقیقا همون پرینسیپل، همونطور که میبینیم بچه کوین رو انداختیم از این طرف تا بره ترتیب این گوشه رو بده. مثلا اینجا این برای چه بچه میخواستم این مپر نشون بدم، وقتی که ایگل و تانهال طرف بچه قابل دسترس نیستن چیکار کنیم. دقیقا اینجا میگم کوین واک رو شروع میکنیم، مثل همون چیزی که بهتون گفتم یه یتی میندازیم تا کوین یه وقت دور نزنه. اون بالا یک بربر انداختم تا اسکلتون چیزی نباشه و وقتی که تست کردم اسکلت چیزی نیست، فلیم فلینگر رو میندازیم. کوین همونطور که میبینید از این بالا داره حرکت میکنه. باتون باشه بچه گدایی نکنین، رو کوین حتما ریج استفاده کنین که از دست ندین ابیلیتیش، چون اینجا خیلی مهمه. و فلیم فلینگر داره از اون طرف حرکت میکنه، کوین خیلی زیبا شیک و مجلسی داره از طرف دیگری هجوم میاره به طرف. همونطور که میبینید اینجا اوورگروت اسپل بچه استفاده کردن تا دفاعی این طرفی خورده آروم بگیرن و همزمان کوین بتونه برگرده داخل بیس طرف و اون طرف یه وقت نره خدایی نکرده. دلیلی که بچه میخواستم کوینو برگردونم اینجا این بود که کل اسکوادم میخواستم از این طرف بندازم و همونطور که میبینین الان بیشتر نیروها بچه 80-90 درصدشون میبینه قراره برن داخل بیس طرف و دمیج خرکی رو بهشون بزنن. آرسین هم بچه اینجا انداختم تا بره به قلب بیس طرف هجوم بیاره. اینجا قدرت واردن بچه ها استفاده شد، به نظر من خیلی قدرت واردن خوب و افکتیو بود، به خاطر اینکه میگم همه نیروهامون کنار هم بودن. همونطور که میبینیم بچه ها خیلی به صورت اکتیو دارم از بلای ریج و هیل و اینا دارم استفاده میکنم. بعضی موقع میگم آدم به نظرم گداییش میاد، مثلا میگه یکم دیگه نگه دارم، مثلا یه دو ثانیه 5 ثانیه دیگه نگه دارم، نه بیشتر موقع ها سعی کنین اسپلو خیلی زود نه ولی اون موقع استفاده کنین که بچه ها بهترین چجوری میگم پروداکتیویتی رو بتونین ازش بگیرین، چون که اگه خیلی دیر بندازین دیگه حاجی نیروی نمیمونه، نیروها نه خدایی بگو نیروها صافشن، نصفشون صافشن دیگه فایده ای نداره اون اسپل ریج اینا. و این مشکلی بود که من خودم به نظر من تا همین چند وقت پیش حتی داشتم، اسپلا رو خیلی به نظر من دیر نگه داشتم استفاده میکردم، فکر میکردم که این راه افکتیویه ولی بعدا فهمیدم نه بابا حاجی. بعضی موقع من قصب میکنم میگم اون ریجو از نیروها میگیره، چون نصف نیروها جونشون کم میشه، نصفشون خونشون کم میشه، نصفشون اصلا میمیرن. و میگم اون بالانس تایمینگ بچه ها اسپل استفاده کردنتون رو حتما حواستون بهش باشه. خلاصه همطور که میبینین بچه ها سه نوع بیس رو بهتون نشون دادم که چجوری میتونین بهشون اتک بزنین و از این ترکیب استفاده کنین. الان هم وقتشی که بریم یه اتک لایو خفن بزنیم و ببینیم که چی گیرمون میاد. خب گایز، بیسی که میخوایم لایو بشه اتک بزنیم اینی که هستش و بذاریم بندازیم که
تست چه تلمنه نباشه، این طرف بچه میذاریم فلیم فلینگه بس خودش عشق کنه. اینجا کوین رو میندازیم یه نمه جلوتر که رفت جا واسه هیلرا باز شد بچه ها، هیلرا رو پای سرش سری میندازیم و مثل اون دست قبلی فراموش نمی کنیم و خلاصه آره کوین بچه جلو بره واسه خودش. اینجا فکر نکنم دور بزنه، اگه دور میزد که کلن اتک بچه ها خلاص بود. فلیم فلینگر خوبه بچه داره ادامه میده به راه خودش. کوین این طرف رو یه خورده بیشتر خالی کرد، نیروها رو همه رو وسط خالی میکنیم و این چیزه بچه پایین رفت. فکر کنم اون موقع بهترین موقعیته، فکر کنم بچه ها الان وقتش باشه دیگه، چون الان اون چیزه پایین میره به زودی و دیگه نیازی نداره که اینا رو بذار حاجی همه رو چیز کنم، اوورگروتشون کنم تا کوین زنده بمونه. همه نیروها رو از این وسط میندازیم، اینا ایشون اوشون و اوکی نایس. اینا همینجوری دیگه باید بچه ها به وسط بیس طرف هجوم بیارن. اینجا یه خوره جلوتر که رفتن یه فریز به نظرم اگه بندازیم بدک نیستش. خورت واردن هم بچه ها به زودی زیر همه نیروها میندازیم تا همگی کاور شن. اوکی بچه ها بیشتر نیروهامون رفتن وسط، این چیز خیلی خوبیه. آرسیرم از همون بالا همونطور که میبینین انداختمش، آرچرم این بالا بندازیم که یه وقت خدای نکرده وقت اینو کم نیاریم. همونطور که میبینین بچه ها کوین داره ترتیب کینگو از این طرف میده. آرسی کجاست؟ آرسی هم خوبه، آرسی اون بالا داره برای خودش ادامه میده. قدرت کینگ رو این طرف فقط میزنیم تا سریعتر یه نمی نیروهامون بچه ها حرکت کنن تو بیس طرف. فکر کنم وقتی که قدرت آرسی رو بزنیم تا سریعتر بیاد و دفاعی این طرف رو بین ببره، هرچند که هوکای توی فلیم فلینگر بچه ها هنوز در نیومدن و الان بچه ها در اومدن. کوینم اونا از اون بالا دارن حرکت میکنن و نایس بچه ها. فکر میکنم که تریستار رو بگیریم. واقعا بچه حال میده با این ترکیب از اک زدن ها، الله وکیلی حال میده، خدایی دارم میگه یعنی مسیر درست بچه درست کنی عشق خدای این ترکیب عشق. خب دیگه از دومین اتاک لایوی هم که میخوایم بزنیم به این بیسه که یه خورده بیسه جالب به نظر من چالشه با حالی میشه مطمئنن. من فقط باید بفهم که از کدوم طرف این داشتمونو بفرستم تا بهترین نتیجه رو بگیریم. یک مشکلی که اینجا داریم اینجا بچه سینگل اینفرنو داره فکر کنم، نه دیگه از همون بالا بچه ها کوین واکو اگه شروع کنیم بهتره. رو کوین البته بچه ها آیسه، خیلی نگرانش نیستم اگه راستشو بخواییم. و اینکه اوکی اوه شیت بچه ها هیلرها رفتن اون طرف همشون، حتی یتیه به زودی دهنش سرویس میشه ولی خب دلم نمیخواست که زیاد این اتفاق بیفته. بچه ها هیلرها رو یه ریج آپشون میکنیم تا سریعتر بره اونجا دهن اونا رو سرویس کنه. خب خیلی بچه ها عالی شیک و مجلسی، همه اینا رو میایم اوورگروتشون میکنیم تا کوین رو بچه ها بکشیم دوباره سمت این داخل. اوکی دیگه نایس، همه نیروها رو الان وسط بچه ها خالی میکنیم و میندازیم اینا همگیشون. خیلی خوبه که قراره به وسط بیس طرف بچه ها چیشن. خوبه کوین بچه ها به نیروهای دیگه همون ملحق شد، به زودی قدرت واردن رو میزنیم تا کینگ درچه دهنش سرویس نشه. اونجا این سینگل اینفرنوی بدجور روش گیر کرده، فکر میکنم قدرت رو باید بزنیم سرتر، هرچند که بچه ها کینگ فکر کنم سرویسه دیگه، سینگل اینفرنوی بدجور روش لاک کرده. امیدوارم حداقل اول بتونه تا حالا بزنه برامون. نایس اوکی حداقل بچه تا حالو تونست برامون از بین ببره که به نظر من نکته خوب پوینت خوبیه، شانس آوریم حداقل تا حال پایین رفت. بقیه نیروهامون بچه دارن از اون بالا حرکت میکنن که یه چیوارشون میندازیم یه عشق و حالی بهشون بدیم. اوکی اینجا یه ریج برای ایشون رویل چمپیون تا پوکاش برن ترتیب این چیزا رو بدن، این سمه رو که نیاز نداریم زیاد، همونجوری میندازیم رو اون اسکلتای اون پشت سر. فکر میکنم بچه فلیم فلینگر وقتشه که هوکاشو بکشیم بیرون تا برن خورده بهم کمک کنن دفاع طرف هم بین ببریم. آرچری که واسه هم موندم این طرف و فکر میکنم که بچه ها سستاره گرفتیم. معذرت میخوام خیلی گلوم میدونم چرا انقدر گرفته ولی اوکی نایس بچه ها فکر کنم آره دیگه تریستاره رو گرفتیم. میگم خیلی اصلا حال میده با این ترکیب اتک زدن، الله وکیلی. فکر میکنم بچه این ترکیب فیوریت یعنی ترکیب مورد علاقه زمینیمه اگه راستشو بخواین، جوری که اصلا میگم این آسایشی که این ترکیب داره رو هیچ ترکیبی تا حالا من نداده. و اوکی نایس همونطور که دیدین بچه ها رو بیس های مختلف دیگه
تست کردیم و به نظر من که خیلی حال داد. لینک ترکیب رو بچه‌ها قسمت دیسکریپشن میذارم تا بتونید راحت با یک کلیک کپی کنید و عشق و حالش ببرید. اوکی گایز، همونطور که دیگه پایان ویدیو رسیدیم و امیدوارم از این ترکیب خوشتون اومده باشه. خلاصه دیگه اگه ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین که دمتون گرم، لطفاً نره حتما لایک رو بکوبین و تو سر کامنت نظرتون رو بنویسین. اینم بنویسین که دوست دارین برای چه تاهال دیگه ترکیب بذارین، حالا ترکیب زمینی یا هوایی. خلاصه دیگه فکر نکنم حرف خاصی برای گفتن مونده باشه، پس وقتش میگین تا ویدیو بعدی. خدا نگهدارتون باشه.